سلام، احتمالاً شما هم اسم محصول جوانه گندم رو شنیده باشید یا شایدم مصرف کنندش هم بودی. شایدم بعد از شنیدن این پادکست علاقه من به امتحانش بشید، چون نکات جالبی رو به لحاظ علمی در موردش متوجه خواهید شد. پس با من همراه باشید. من نسرین معید نیا هستم، دکترای علوم و صنایع غذایی، و این پادکست رو از کانال تلگرامی @saindailypodcast، از اپلیکیشن کست باکس و کانال یوتیوب به آیدی دکتر معید نیا میشنوید. توی یکی از ویدیوهای کانال یوتیوبم در مورد سبوس گندم براتون صحبت کردم، البته با شمای تصویری دونه گندم که به سادگی متوجه بشید که وقتی داریم در مورد بخش‌های مختلف دونه گندم صحبت می‌کنیم منظورمون دقیقاً کدوم قسمته. پس اگه دوست داشتید حتما اون ویدیو رو هم تماشا کنید. اما داشتم میگفتم، یعنی میخواستم بگم که دونه گندم سه بخش اصلی داره که یکی از اون بخش‌ها جوان است. بخش خیلی خیلی کوچیکیه و فقط حدود 3% از وزن دونه رو تشکیل میده و وظیفه اصلیش هم در دونه، همونطوری که از اسمش مشخصه، جوانه زدن و رشد کردن و تشکیل یک گیاه جدید از دونه است. البته در وضعیتی که شرایط رشد براش مناسب باشه، یعنی رطوبت کافی براش فراهم باشه که بتونه از مواد مغذی قسمت اندوسپرم دونه استفاده بکنه و رشدش شروع بشه. همین قسمت کوچیک جوانه گندم ترکیبات خیلی مهم و مغذی داره، مثل پروتئین، مثل چربی و همینطور کربوهیدرات، و در کنار اینها ویتامین های خیلی خوبی رو هم از خانواده B داره و همینطور ویتامین ای اون که خیلی معروفه. این ویتامین ای آنتی اکسیدان قویه. شاید به خاطر اینه که خواصی رو مثل سلامت قلب و عروق یا جلوگیری از پیری پوست رو بعضن به این جوانه گندم نسبت میدن. فکر میکنم اسم جوانه گندم رو روی بعضی از کرم‌های پوستی هم دیده باشید. خب از اینا که بگذریم، داشتم میگفتم که جوانه گندم مینرال‌های خیلی خوبی هم داره، مثل منیزیم، روی، پتاسیم و حتی آهن و فسفر. روی هم رفته میشه گفت که جوانه گندم یه ترکیب خیلی مفید و مغذیه. اما این بخش مفید و مغذی رو در حین تولید آرد از گندم از دونه گندم جداش میکنن. البته به جز آرد کامل گندم که از آسیاب دونه کامل گندم به دست میاد. حالا شاید این سوال براتون پیش بیاد که چرا باید جوانه گندم رو حین تولید آرد گندم از اون جدا کنن؟ جوانه که اینقدر خوبه و خاصیت داره. درسته. سبوس هم خیلی خوبه و خاصیت داره. ولی اونم در حین تولید خیلی از آردهای گندم از دونه جداش میکنن. و یکی از مهمترین دلایلش هم اینه که وجود سبوس در آرد ارزش تکنولوژیکی آرد رو برای تولید محصولاتی مثل خیلی از نونها و همینطور محصولات کیک و شیرینی کم میکنه. در مورد جوانه گندم هم مهمترین دلیلش اینه که از اونجایی که جوانه گندم تقریبا روغن خوبی داره و این روغنش باندهای دوگانه در ساختمونشون دارن، در معرض اکسیژن هوا اکسید میشن و یه طعم بد تندی رو اینطوری به وجود میارن و در واقع این اتفاق نه تنها کیفیت آرد رو کم میکنه که عمر ماندگاریش رو هم کوتاه میکنه. پس اینطوری لازم و منطقی به نظر میاد که جوانه گندم رو در حین تولید آرد از دونه گندم جدا کنن. البته این جوانه گندم به طور جداگانه‌ای به شکل پودری بسته‌بندی میشه و به عنوان یک ترکیب مغذی و مفید برای مصارف مختلف مصرف کننده ها عرضه میشه. جوانه گندم رو میشه حین تولید نون و محصولات شیرینی پزی به آرد اضافه کرد یا توی غذاهای مختلف ریخت یا به شکل خام توی ماست و روی بستنی و اسموتی ها و خیلی چیزای دیگه استفادهش کرد. فقط اینکه نکات مهمی وجود داره که باید در خرید و مصرف و نگهداریش رعایت کنیم. نکته اول اینه که پودر جوانه گندم رو هم مثل پودر سبوس گندم حتما باید از برندهای معتبر و مورد تایید خریداری کنیم که از سالم بودنش
هم به لحاظ عدم آلودگی میکروبی و هم به لحاظ عدم همون فساد اکسیداتیوی چربیش مطمئن باشیم. نکته دوم این که اگه در حین پخت غذا و یا پخت کیک داریم حرارتش میدیم، حواسمون باشه که اینجا هم بخشی از ویتامین های حساس خانواده بی اون رو داریم از دست میدیم، مثل تیامین یا ویتامین B1 که البته مهمترین ویتامین B جوانه گندم هم هست و خیلی هم به حرارت حساسه. سوم این که باید در نگهداریش مراقبت بکنیم، اینکه در معرض اکسیژن هوا نباشه، چون روغنش همونطوری که گفتم آسیب میبینه و باعث فسادش میشه. بهتری که در ظروف کاملا دربسته و در جای خنکی مثل یخچال نگهش داریم. به خاطر اینه که حتی بعضن ممکنه این محصول رو در بسته‌بندی هایی مثل بسته‌بندی هایی تحت خلا و یا بسته‌بندی هایی از نوع حاوی ساشه های جاذبه اکسیژن دربسته هم ببینیم. نکته چهارم این که افراد سلیاک مثبت و یا حساس به گلوتن گندم اصلا نباید این محصول رو مصرف بکنن. نکته پنجم این که شاید شنیده باشید که یکی از پروتئین های مهم جوانه گندم از دسته لکتین هاست که بهش آگلوتینین گفته میشه. به آگلوتینین های جوانه گندم قبلا یه سری اثرات منفی نسبت میدادن، ولی تحقیقات جدید کاملا اونها رو پشتیبانی نمی کنن، خصوصا وقتی این پروتئین حرارت هم دیده باشه. حتما در یک ویدیو یا فایل صوتی جدا در مورد این موضوع هم براتون صحبت می کنم، چون موضوع خیلی جالبیه. و مورد ششم این که جوانه گندم کربوهیدرات و فیبر رژیمی خوبی هم داره و این فیبر رژیمیش چون از دسته فروکتان ها هم هست، میتونه در بعضی از افراد حساس ایجاد نفخ و ناراحتی های گوارشی بکنه. و حالا با در نظر گرفتن همه این نکاتی که گفته شد، میتونیم بگیم که جوانه گندم یک ماده مغذی خیلی ارزشمنده که با مصرف درست و به اندازه و متناسبش میتونیم از خواصش بهره مند شیم. و نهایتاً دوست دارم اینو ازتون بخوام که اگه این فایل صوتی رو از اپلیکیشن کست باکس یا کانال یوتیوب دکتر معیدنیا میشنوید، نظرات و تجاربتون رو در مورد مصرف جوانه گندم در بخش کامنت ها برام بنویسید. خوشحالم که تا آخرین پادکست با من همراهی کردید. مثل همیشه برای هممون سلامتی و عشق آرزو میکنم.